ملت اسرائیل امروز بزرگداشت 70مین سالگرد استقلال آن کشور را جشن گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری و وزارت خارجه آمریکا به همین مناسبت ضمن صدور پیام‌های تبریک به ملت و دولت اسرائیل بر پیوند محکم و تزلزل‌ناپذیر میان ایالات متحده و اسرائیل و مردم این دو کشور تأکید کردند. گزارشی از شهلا آراسته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز 19 آوریل با بهترین آرزوها به مناسبت 70مین سالگرد استقلال اسرائیل در توییتر به ملت و نخست وزیر آن کشور تهنیت گفت و نوشت: در 70مین سالگرد استقلال بزرگ شما ما هیچ دوستی بهتر از شما نداریم و در انتظار انتقال سفارتمان در ماه آینده به اورشلیم به سر می‌بریم. جان سالیوان قائم مقام وزیر خارجه آمریکا نیز با انتشار یک بیانیه تهنیت به همین مناسبت نوشت: ایالات متحده و اسرائیل یک پیوند خلل ناپذیر دارند که طی 70 سال گذشته پایدار بوده و محکمتر شده است. همانطور که پرزیدنت ترامپ در ماه می گذشته در اورشلیم گفت: بگذارید هرگز فراموش نکنیم که پیوند میان دو کشور ما با قلب‌های مردم ما و عشق آنها به آزادی، امید و عزت به یکدیگر بافته شده است. ایالات متحده همچنان متحد پایدار اسرائیل است و امروز و همیشه با شما همراه خواهد بود. مردم اسرائیل امروز پنجشنبه سالگرد 70 استقلال آن کشور را همراه با گارد ارتش ملی آن کشور و مراسمی در محل سکونت رئیس جمهوری اسرائیل جشن گرفتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و آوید گور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل نیز در این مراسم حضور داشتند که طی آن آقای نتانیاهو در سخنانی بر نیاز فداکاری مردم اسرائیل به منظور اطمینان از حفظ امنیت اسرائیل تاکید کرد و از حمایت و دوستی دولت و ملت آمریکا از اسرائیل سپاسگزاری کرد. ما همه از اتحاد قوی با ایالات متحده قدردانی می‌کنیم. ما همه از تصمیم تاریخی پرزیدنت ترامپ برای شناسایی اورشلیم به عنوان پایتخت ما و انتقال سفارت قوی‌ترین قدرت جهان به آن خوشحالیم. از شما سپاسگزاریم پرزیدنت ترامپ و آمریکا. در جشن سالگرد استقلال اسرائیل هلیکوپترها در سراسر روز بر فراز اورشلیم و دیگر شهرها پرواز کردند و ارتش و مردم اسرائیل بسیاری مراسم بزرگداشت و جشن را به نمایش گذاشتند. اما جشن‌های امسال با افزایش تنش در امتداد جبهه شمال اسرائیل با سوریه و در مرز جنوبی با نوار غزه همراه بوده است. اسرائیل از زمان تأسیس آن در سال 1948 درگیر جنگ‌های متعدد با کشورهای عربی و مبارزه با فلسطینی‌ها بوده است. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.